سلام و شکارچیان گرامی و همراهان عزیز، امیدوارم خوب و سلامت باشین. با درود به روح پرفتوه جناب جان ریگبی که من کراواتشو دارم ولی تفنگشو ندارم، یه ویدیو در مورد شناخت و آشنایی با کالیبرهای مختلف گلوله‌زنی میخوام خدمتتون تهیه کنم. تو این ویدیو میخوایم با انواع کالیبرهای گلوله‌زنی، فلسفه وجودشون و یه سری مشخصاتی که در بعضی از این کالیبرها مشترک هست و اونا رو نسبت به هم متمایز میکنه آشنا بشه. امیدوارم که مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. خب، یکی از چیزهایی که بسیار بسیار خوب است و در یه ویدیو دیگه من خدمت شما نشون دادم، یه ریلودینگ مانیوال هست، یا در واقع این کتابای راهنمای ریلودینگ که شرکت‌های مختلف درست میکنن. این مثلا یکی از جدیدترینش هست، مال 2023، مال شرکت ویتاووری فنلاند، که یه سری فقط جدول توش هست و اینا برای هر کالیبری لودینگ رو توضیح داده. یه سری چند صفحه اولش هم مثلا اطلاعات عمومی و نکات ایمنی اینا. ولی کتابای قدیمی تر، دوره که قبل از اینکه موبایل و اپ و نمیدونم چیزای آنلاین بیاد، همه این دیتا به شکل کتاب منتشر میشد و بسیار کتابای نفیسی، من شاید 10 تا یا بیشتر از این کتابا دارم. نازلر، بارنز، هورنادی، ویتاووری و این یکیش هست مال شرکت نورمای سوئد. نورمای که شرکت های بسیار معتبر تهیه امیونیشن و گلوله و سرگلوله و کامپوننت های شکار هست. این کتاب ها معمولا اولش چند صفحه، 10-20 صفحه راجع به لودینگ، انواع باروت ها، نرخ احتراق باروت ها، نکات ایمنی، چجوری مثلا یک فشنگ تولید میشه. خیلی اطلاعات عمومی جالبی داره، مثلا این مراحل تولید پوکه فشنگ رو اینجا در این عکس ها مثلا نشون داده. غیر از این مراحل مختلف که در کتاب ها نشون داده میشه، یه سری جدول های بسیار جالب داره راجع به نرخ احتراق، راجع به بالستیک، انواع چیزا، نکات ایمنی، اینا توضیح میدن معمولا و هر کدوم از این کتاب ها با یه دید مختلف توضیح میدن و جالب است و تقریبا همشون یه چندین صفحه یا یکی دو تا فصل راجع به قدم های مختلفی که راجع برای لود کردن فشن باید برداشت، چجوری پاودر بریزیم، چجوری تست کنیم، اینا توضیح میدن. که حالا اگه انشالله فرصت بشه من یه ویدیوهای مفصل راجع به ریلودینگ خدمتون درست خواهم کرد که چجوری فشنگ باید بذاری تو پرس، چجوری باروت رو اندازه بگیریم، چجوری طول کل فشنگ رو تنظیم کنیم و و و، که خیلی خیلی فوتوفن مفصلی داره و خیلی تاپیک جالبی هست. خب، این کتاب از کالیبر 22 شروع میشه، همینجور داره راجع به لود کردن مینیمم کالیبری که داره 222 رمینگتون هست، همینجور میره تا اون کالیبرهای بزرگ آفریقایی، نمیدونم 416 ریگبی و مانند این در آخرش، که من کتاب آروم آروم ورق میزنم اون کالیبرهایی که خودم دارم یا با شلیک کردم و خدمتون نشون میدم، که در اینجا به یک اسرار بزرگم پی خواهی بود که چند تا تفنگ گلوله‌زنی یا در چند تا کالیبر دارم. بعد راجع به چیزهای مختلفم در حین این کار صحبت خواهیم کرد. 223 رمینگتون، من یه تفنگ هووا ژاپنی در این کالیبر دارم که به طور چه میگن هدیه به من داده شد برای تست یک سری وسایلی و من این دوربین بردم، این تفنگ رو بردم وایومینگ، اونجا شلیک کردیم، باهاش ریلود نکردم ولی با این کالیبر آشنا هستم و کالیبر استاندارد ارتش آمریکا و از 223 رمینگتون، همون 5.56 میلیمتر ناتو هست. کالیبر سبکی هست، لگد نمیزنه، بسیار هم دقیق است برای شلیک به گراز که نه، ولی برای شلیک به مثلا گرگ، نمیدونم روباه، سنجاب، این چیزای کوچیک میشه استفاده کرد، پریری داگ، اون سنجابای کوچیکی که توی نقاط غرب آمریکا هست و از فاصله دور در مزارع به شلیک میکنن و خیلی هم جالب است برای یاد گرفتن تیراندازی و برای آموزش نحوه درست تیراندازی. چون این فشنگ در این تفنگ‌های مدل جنگی حالت AR-15 و مثلا اینا هم استفاده میشه، خیلی خیلی پاپیلار هست و در آمریکا همه چیش گیر میاد و ده ها شرکت انواع مختلف این فشنگ رو در کالیبرهای مختلف در وزن مرمی مختلف میسازن. اینجا بیشترین مرمی که برای این گفته 77 گرین هست که اینجا میبینین و لودینگش رو توضیح دادم، که این کالیبر از حدود مرمی 50 گرینی داره تا 77 گرین، چیزی که تو این کتاب گفته، حالا ممکنه بیشترم باشه. 224 ودربی مگنوم ندارم، این کالیبر خیلی
چیزی هست 22-250، همون گوله 223 رو شلیک میکنه، کالیبر 22 ولی با وزن بارود بیشتر. این کالیبر رو من در وایومینگ شلیک کردم، یه تفنگ که آقای راهنمان به من داد، تفنگ باحالی بود، در کالیبر 22-250 بود، خیلی هم فلت و چیز شلیک میکنه، مستقیم، افت زیادی نداره، تا 200-300 متر تقریبا اصلا این افت نداره و برای شکار اون پریری داگ و این چیزا به درد میخوره. 220 سویفت باز همون سیستم هست، یه ذره قوی تر، من یه تفنگ ندارم. 56-52 آر، همینجا استاپ میکنیم. یه نکته راجع به گولای یا کالیبرایی که حرف آر انگلیسی آخرشون هست خدمتون بگم، این کالیبرها کالیبرهای لبه‌دار هستن، یعنی که فشنگ یا پوکه در آخرش شبیه فشنگای شاتگان هست، یه لبه داره که از خود بدنه استوانی فشنگ عرضش بیشتر هست. این مدل فشنگ مناسب برای تفنگ‌های کمرشکن هست، مثل این تفنگ‌های قدیمی دلول کنار هم یا دلول روی هم یا تک تیر. و این تفنگ‌ها با توجه به ویژگی گلنگدن خاصی که دارن خیلی راحت‌تر هست که از همچین فشنگ‌های درشون استفاده میشه، مثل نمونه‌ای که اینجا نشون داده نگاه کنید. این کالیبر، کالیبر 9-57 آر، باز ببینید کلمه آر، حرف آر پشتش هست، یه کالیبر 9 میلیمتر در 57 میلیمتر که میشه طول پوکه و تهش ریب داره یا ریم داره، و این باعث میشه که اینو بذارین توی لوله، ناخن فشنگش بتونه پشت این گیر کنه و اینو بیاره بیرون. در چنین فشنگایی که گلنگدن ندارن نمیتونه ناخن فشنگش موقع حرکت فشنگ به داخل پشتش گیر کنه، این کاری که گلنگدن معاذر میکنه. اینجا هم چیزی مقدور نیست، بنابراین وقتی که اینو میذارین باید یه لبه داشته باشه که اون وارد لوله نشه گیر کنه. ناخن فشنگکش به عنوان قسمتی از جدار لوله اونجا تعبیه شده در یک فرو رفتگی، و موقعی که باز میکنید گلنگدن یا در واقع تفنگ رو میشکنید، بخون اینجا break the gun، این فشنگکش پشت این قرار میگه و براتون پوکه شلیک شده رو میاره بالا. اگر پوکه رو یه ذره بیاره بالا بهش میان extractor، یعنی در واقع بیرون کشنده، و اگر که پوکه رو با یه چیز فنری پرتاب کنه بیرون بهش میان ejector یا پرون، که این هر دو سیستم وجود داره. توی اینجا میتونید ناخن فشنگکش رو ببینید داخل این چیز، که میشه برای فشنگ‌های غیر ریم دارم استفاده کرد، که اونجا باید یه فنر و یه زایده کوچیک باشه که وقتی فشنگ رو میذاریم فنر بره پایین، اون زایده بره پایین، فشنگ بره تو، بعد زایده بیاد بالا، خودش رو آخر فشنگ توی اون حفره گیر بده. این یه خورده کار ریسکی است و اصلا برای تفنگ‌های کمرشکن توصیه نمیشه، گرچه این کار میشه انجام داد و ریلایبل است. مثلا اینجا ببینید فشنگ معمولی 8-57 معاذر است، این ریمدار نیست، آر نداره پشتش. این نگاه کنید توی فشنگکشش یه زایده کوچیکتر اینجا داره که اون زایده فنری است، میره پایین فشنگ میره تو، این میاد بالا گیر میکنه و این همین کوچولو هست که فشنگو پرت میکنه. این خیلی ریلایبل و قابل اعتماد نیست، گرچه استفاده میشه. منم خودم تفنگ این مدلی داشتم، این تفنگ کالیبر 375 هالندن دارم که همچی سیستمی داره و ریلایبل هست و اجکتور هم داره، فشنگ رو پرت میکنه بیرون. ولی باز توصیه میکنم که اگر تا حد اکثر تا اونجایی که ممکن است فشنگ ریمدار استفاده میشه، اون خیلی قابل اعتمادتر و بهتر هست برای تفنگ های تکلول یا به قول معروف ریمدار یا چنین چیزیه. مدل های دیگه، مدل های تک تیر هم به همین شکل هست که معمولا اینا در اتریش یا آلمان فقط ساخت نمیشه، در آمریکا کمتر، و این تفنگ سازای بسیار متبهر اینا رو مثلا اینو ببینید، یه تفنگ تکلول یه لوله برای یه همچین کالیبر هست و فشنگ میره اون تو و این فشنگکش پشتش گیر میکنه. اینم جالبه، اینجا انواع مدل تفنگ هایی که میتونم درست کنن رو نشون داده، تفنگ سلوله، شاتگان، رایفل، کالیبر بزرگ، کالیبر کوچیک، تکلول، سلول، تکلول، دلول، شاتگان، دلول، یکی شاتگان، یکی رایفل، انواع چیزهای مختلف، حتی چهار لول هم میتونن درست کنن، دو تا شاتگان، یه رایفل کالیبر بزرگ، یه رایفل کالیبر کوچک، و انواع چیزها رو هر چی فکر کنید این تفنگسازان اتریشی میتونن براتون درست کنن و اصلا سیستم های بسیار جالب و عجیب و غریب درست کنن. این هم یه تفنگ گلوله‌زنی سلول، اینها یه سیستم جالبی هم داره و سه تا فشنگ میخوره، این خیلی چیز یونیکی هست که واقعا فکر کنم اصلا اثر هنری هست فقط برای گذاشتن در موزه. خب این شما الان با تا فشنگ ریمدار یا لبه‌دار آشنا شدین، آر یعنی ریم. این فشنگ ها مال تفنگ های
کمرشکن است. گرچه در بعضی تفنگ‌های قدیمی گلنگدنی هم فشنگ ریمدار استفاده میشه، چون همون موقع بحث این بوده که این ریلایبل است. نمونه‌های معروفش تفنگ موزین ناگان، تفنگ روسی که در ایران هم هست، و تفنگ لی انفیلد انگلیسی که در جنگ جهانی اول و فکر میکنم جنگ جهانی دوم هم استفاده میشده، اونا فشنگشون ریم هست. نمونه فشنگایی که در کالیبرای مسابقه و تیراندازی استفاده میشن، اینا بیشتر بهشون میگن بنچرس یا تیراندازی، 6 میلیمتر نورما بی آر بنچرس. این آرش معنی ریم نیست، معنی بنچرس میده. این تیپ فشنگا که اون فشنگای لانگ رنج هم که تو ویدیو قبلی خدمتتون نشون دادم شبیه ایناست، پوکشون توپله، طول کل فشنگ تقریبا هم اندازه معمولی هست، ولی خود پوکه زیاد بلند نیست، بنابراین طول اضافی رو میشه براش فشنگ اضافی یا مرمی بلندتر به کار برد. پس مرمی بلند، پوکهی به نسبت کوتاه و توپل از ویژگی های این هست. و تویست رنج، تویست ریت و نرخ چرخش خان هم مطابق هم گلوله های بلندتر معمول هست و تویست ریتشون زیادتر از حد معموله. تویست ریتشون بیا مثلا این 6 میلیمتر نورما بنچرس رو نوشته 1:8 که تویست ریت به نسبت زیادی است. تویست ریت نرمال مال تفنگایی مثل 306 یا 270 1:10 هست، 1 دور در 10 طول لوله. و تویست ریت حتی معمولی تر مثل تو کالیبر 308 یا تفنگای مثل 300 وتربی قدیمی 1:12 هست، یعنی 1 دور در 12 که معلومه این چرخش آروم تر انجام میشه. خب این کالیبرای بنچرس 6 میلیمتر نورما اکسی من هم چیزی ندارم. 243 وینچستر یه کالیبر بسیار خوب، آن کالیبر 308 هست، یه ذره گلوش تنگتر شده 6 میلیمتر یا 243 شده یه کالیبر در واقع میشه مگنوم، چون باروتش زیاده به نسبت همچین کالیبر کوچولویی. 243 بسیار کالیبر عالی هست، در انگلستان بسیار پاپیلار هست برای شکار گوزن و در آمریکا هم خیلی کالیبر پاپیلاری هست. الان در حال حاضر 1-2-3 تا تفنگ میشه در بگی در این کالیبر دارم، ولی به طور مؤثر یه تفنگ که در واقع اون کالیبرش 243 هست، یه کالیبر تفنگ خیلی مناسب به فرد با گلنگدن مخصوصی دارم ساخت شرکت فوکس در آلمان یا اتریش که یه گلنگدن بی‌نهایت خاصی داره بهش میگن هیر این اکشن، کالیبر 243 و تک تیر انداز هست. یه تفنگ ساور 200 دارم که 3 تا لوله مختلف داره و یه گلنگدن جدا چیز تعویض شدنی، اون کالیبر 243 هم داره و هیچ وقت من لوله 243 رو روش نصب نکردم. قبلا این تفنگ ساور مدل مسابقه یا تیراندازی به قول ورزشی به قول معروف اسپورت با لوله بلند و ضخیم در کالیبر 243 داشتم، خیلی دقیق شلیک میکرد. در آینده نه چندان دور شاید آخرین هفته یه تفنگ تکتیر ساختش آقای آنتون سودیا در شهر فرلاخ اتریش در کالیبر 243 انشالله به دستم خواهد رسید. بسیار کالیبر خوبی است برای شکار هر چیزی که البوز و گوزن دم سفید و اینا کافی است، لگدش هم به نسبت کم است و بسیار هم دقیق است. این کالیبر 243، حالا شاید یه ویدیو کامل راجع به 243 بذاریم. 240 ودربی مگنوم یه وقت خواستم تو این تفنگ بخرم نخریدم، همون 243 است. 250 سوج یه کالیبر قدیمی است، کالیبر خوبی است، الان دیگه نیست. رفتیم روی 25 اینچ از 243 که 6 میلیمتر رفتیم یه ذره بیشتر. شو ادامه میدیم. 257 روبرتس، 257 ودربی، 6.5-55 سویدیش، 6.5-284 نورما، 270، آها رسیدیم به 270. این کالیبر 270 وینچستر خودمون که بسیار کالیبر خوبی هست، همون پوکه 306 هست، فقط گلوش تنگتر شده 270 زارم اینچ که گلوله‌ای که گفتم خدمتتون بزرگتر از 270 در واقع 278 زارم اینچ یا 7.6 میلیمتر دیگه. پس گلوله 270 7 میلیمتره ولی خب به کالیبرش میگن 270 که قطر خانشه، چون خانی خورده روی گلوله شیار میندازه یه ذره از این کوچیک‌تر است. 270 بی‌نهایت کالیبر خوبی هست. الان تفنگ در کالیبر 270 ندارم، قبلا داشتم باشم شکار کردم. الان کالیبر 270 شورت مگنوم دارم که این یکی هست. ببینید توپولی‌تر هست پوکش و
طولش هم یه خورده کمتر هست برای تفنگ‌های شورت اکشن که مال من تفنگ ماوزر M3 هست، شورت اکشن هم نیست. دو تا لوله مختلف داره، 300 وینچستر مگنوم و این 270 شورت مگنوم. باشه گوزن دم سفید در کالیفرنیا شکار کردم. گله 110 گرین بارنز توش لود میکنن که با سرعتی بالای 3400 فوت در ثانیه میتونه اینو بزنه که من اون سرعت رو لود نکردم. الان فکر کنم مال من 3100 این حدودا میزنه. 270 ودربی مگنوم، 7x57 ماوزر ریمد، این مدل ریمدش هست. دقیقا همین کالی بدون ریمش هم موجود است، بهش میگن 7x57. ولی 7x57 آر میشه مدل ریمدار یا لبدارش برای تفنگای بریک اکشن. راست بوده در اروپا همچنان هم هست. هر کالیبر پاپیلاری درست میکردن مثل 7x57 یا 8x57 مدل ریمدار یا لبدارش هم درست میکردن که اگه طرف بخواد تو تفنگ گلنگدنی استفاده کنه مدل معمولی و اگه در تفنگ تکتیر یا دلول استفاده میشده مدل ریمش استفاده میکردن. 8x57 ریم هم هست که من داشتم تفنگشو فروختم. 7mm 08 رمینگتون، همون فشنگ 308 هست. حالا گلوش تنگ شده به چی؟ به 7mm. فشنگ خوبی هست. یه چیزی میشه بین 308 و اون 243. 243 میشه 6mm. این 7mm. خود 308 میشه 7.62mm. 7x65 R. این کالیبر بسیار جالبی هست. گله 7mm. پوکه بلند 65 میلیمتری و لبه دار. این برای تفنگ های کمرشکن هست و این تفنگ بلازر K95 ببخشیم. K مخفف کلمه کیپلاف هست، R مخفف کنم ریپیتر هست توی بلازر. در اون کالیبر دارم که کالیبر اصلی 36 بود ولی جفتم چون کالیبرهای لبه دار برای مناسب تست من یه لوله اضافی سفارش دادم از آلمان و الان در کالیبر 7x65 R هم دارم که آخرین بار یه سری براش لود درست کردم ولی هنوز فکر کنم لود مخصوصش رو حالا نمیدونم به دست آوردم یا نه. یه کانسپت جالب براتون توضیح بدم. این مثلا نگاه کنه همون کالیبر 7mm 7x65 رو دیدیم، این یه کالیبر غول پیکرش 7mm ریمینگتون چه بودیم؟ او نو شوتینگ تایمز وسترنه، یه کالیبر خیلی غول پیکره مثلا مثل 416 ریگبی اینا رو برداشتن دهنش رو تنگ کردن به 7mm. هم بلنده هم توپل. باروت بسیار زیادی، حدود شاید 100 گرین باروت میگیره این احتمالا. آره دیگه باروتی که میگیره 75 گرین، 78 گرین، 86 گرین، آره تا حد 80 خورده گرین، 89 گرین این باروت میگیره توی چیزش برای بعضی گله ها. و همون گله 7mm رو شلیک میکنه. حالا مثلا به عنوان مثال یک کالیبر معقول و منظم در کالیبر 7 که میشه 7x57 ماوزر چقدر بارود میگیره؟ 40 تا 50 گرین. خب به طور عادی 40 تا 50 گرین، این نزدیک 80 تا 89 گرین. ببینید نزدیک شاید 30% یا بیشتر، نزدیک دو برابر حتی ظرفیت بارودش بیشتر شده. با همون بارود اون قبلی رو نمیتونید تو استفاده کنید، باید بارود سلو برنینگ یا کند سوزتر استفاده بشه که باروتای مخصوصی هست. باید تقریبا پوکه رو تا نزدیک گردنش پر کرد چون در غیر این صورت خطرناک میشه و افیشنسی یا راندمان گله هم میاد پایین. با دو برابر باروت سرعت گله رو دو برابر برای شما نمیزنه، سرعت گله رو مثلا 200-300 فوت در ثانیه بیشتر میزنه که خیلی چیز مهمی نیست. چیزی که به این کالیبرا میگم، این کالیبرایی که راندمانشون خیلی میاد پایین، باروت کنسوز میخوان خیلی بزرگن، در واقع سوپر مگنومن دیگه، در واقع خیلی خیلی ظرفیت زیادی برای گلوله کالیبر پایینی دارن، بهشون میگن اوربور. این اصطلاح اگه در یه جای انگلیسی شنیدین، بور یعنی سوراخ لوله یا در واقع همون حفره یا کالیبر. به کارتریجی که زیادی پوکش برای اون کالیبرش بزرگه یا حجم زیادی باروت میگیره میگن اوربور، یعنی این زیادیه، این خیلی غیر افیشن. فقط ساختن که یک چیزی بگن ساخته باشیم یا چنین کالیبر با چنین سرعتی ساختیم بی نهایت غیر افیشنت، لگد شدید داره، عمر لوله کوتاه میشه و چندین تا مشکل دیگه وجود میاد و زود هم معمولا این کالیبرا از پاپیلاریتی میافتن و از دور خارج میشه. من یه ذره کافی بخورم، شما هم در این حین و این اخبار و اینا رو چک کنیم ببینید دلار گرون نشده باشه. خب
این انواع کالیبرهای مختلفه، همینجور میتونیم ادامه بدیم تا کالیبرهای عجیب و غریب و عجیب و غریب، تا میرسیم به یک کالیبری که واقعا من میتونم بگم شاهکار کالیبرهای مختلف هست، بی نظیر ترین کالیبر دنیا، جالب ترین، افیشنت ترین، هرچی در مورد این کالیبر بگیم کم گفتیم. کاش من زودتر با این کالیبر آشنا شدم. 9362 میلیمتر بهش میگن، 9362 معاذر هم میگن، ولی اسم رسمیش همون 9.3/62 هست. 9.3/62 9.2 قطر گلولش هست، 62 هم طول پوکش هست. پوکش دقیقا همون سایز 306 هست، اگه کنار هم بذاریم به جز اون دهانش که گشادتره تقریبا هیچ فرقی نمی کنه. گلوله 306 63 میلیمتر، این 62 میلیمتر و به هم میشه تبدیل کردیم. پوکه 306 رو میشه برداشت و در پرس لودینگ تبدیلش کرد به 9.62. گرچه خیلی همچین با کیفیت در نمیاد ولی این کار قابل انجامه. 9.62 حجم باروتی که میگیره، تیپ باروتی که مصرف میکنه، طول لوله، همه چی این ایدئال هست. به نسبت با حجم کمی از بارود فشار بسیار مناسبی ایجاد میکنه. واقعا پرشر این کارتیج هم معمولا کمتر از اون مقداری که واقعا تفنگای مدرن میتونن شلیک کنن نوشته میشه و استاندارد شده. بنابراین لودایی که در بازار پیدا میشه حد اکثر قدرت نیست که این میتونه شلیک کنه، این قوی تر از اون هم میتونه شلیک کنه. ولی چون در قدیم خیلی سال پیش، نمیدونم چه سالی این ساخته شده، 1905، مال 115 سال پیشه ساخته شده و ممکنه تفنگای قدیمی باشه که اونقدر استحکام نداشته باشن، حد اکثر فشار بارود برای این پرشر داخل خزانه این 56000 PSI است، پاوند پر اسکوئر اینچ، که فشنگای جدید مثلا 36 یا اون 300 وینچستر مگنوم اینا تا حدود 62000 63000 PSI براش اوکی است و اکثر تفنگای مدرن، حتی اون تفنگای تکتیر یا دلول هم میتونن، الان سیستم مدرن میتونن فشار 60000 PSI رو تحمل کنن اوکی. بنابراین شما میتونید، یه ریلودر با تجربه میتونه اینو به بالاتر از این فشار 55000 PSI لود کنه با احتیاط، مثلا 58000 56000 این حدودا، و سرعتی بیش از این سرعتایی که نوشتم به دست بیاره، گرچه لازم نیست. این کالی با فشنگ کالی با مرمی 250 گرینی که من توش لود میکنم، 286 گرین هم میخوره، 220 گرین هم میخوره، استانداردش 286 گرینه جوری که اینجا کشیده، ولی فشنگای جدید که همش فقط مس هست و سبکتر هست تقریبا با همین طول میشن حدود 250 گرین. من فشنگ 250 گرینی توش لود میکنم، آیرودینامیک خوب داره، با سرعت حدود 2400 فوت بر ثانیه فشنگ رو شوت میکنه. لگدش از 306 بیشتر هست ولی لگد سافت تر و نرم تری هست چون سرعتش پایین تره، گلولش سنگین تر هست و اون سرعت شدید مثل اون لگد های مگنوم به شما نمیزن، اون لگد مدل حیوانی چی میگن قاطر لگد شدید میزنه، نمیزنه، لگد شبیه شاتگان هست بیشتر. بی نهایت دقیق شلیک میکنه، بی نهایت قدرتمنده. من این بار به یک گراز گفتم شلیک کردم، خورد به گراز، از اون بردر رفت خورد به یک گراز دیگه، دو تا گراز فکر کنم دومی رو کشه نکش نمیدونم چون فرار کرد، ولی گراز اول قشنگ افتاد و اصلا من هیچ گونه تردیدی با شکار با این کالیبر ندارم. میدونم که در آفریقا باش فیل شکار میشه خیلی زیاد در سال، قدیم میشده، هیچ مشکلی نداره. خیلی کشورهای آفریقایی که برای شکار بزرگ مثل بوفالو مثلا چیزهای دیگه استثناء قائل میشن و مینیمم کالیبر رو میگن 375 به بالا، بالا کالیبر 9.62 استثناء قائل میشن چون از قدیم به کار میرفته و هیچ اشکالی نداره. پس اگر تونستین فقط یک تفنگ در عمرتون داشته باشین و همه چی شکار کنین، 100% 9.62 میلیمتر ماوزر. من الان یه تفنگ ساور 200 در این کالیب دارم که لولهشو باز دارم، سوار نکردم. بلازر R8 در این کالیب دارم که لوله بسیار خوب سلو روش سواره و با این شکار کردم، بی نهایت هم دقیق شلیک میکنه. یه تفنگ ساور 80 در این کالیب داشتم که گذاشتم برای فروش، دیگه ندارم. یه تفنگ 9.3/64 برنکی دارم که همین گوله است ولی پوکه بزرگتر، بلازر R93، با اونم گراز شلیک شکار کردن که بسیار بسیار کالیبر بی‌نظیری هست، از اینم دیگه قوی تر است. و کالیبر معادل این در
تفنگای بریک اکشن، دو تفنگای دلول، کالیبر بی‌نهایت عالی 9.74 R هست. این کالیبر فشنگ بسیار بلندی هست، همین اندازه که می‌بینید 74 میلیمتر طول پوکش هست، 11 میلیمتر از فشنگ 306 بلندتره و همون گلوله‌های 9.3 میلیمتری که قبلا توضیح دادم 9.62 رو شلیک می‌کنه با فشار کمتر. مخصوص تفنگ‌های بریک اکشن زیبا مثل این تفنگایی که اینجا بهتون نشون دادم هست. باز من به نسبت دیر با این کالیبر آشنا شدم، ولی خوشحالم که بالاخره آشنا شدم و تفنگ در این کالیبر دارم. ببینیم اینجا چه تفنگی در این کالیبر نشون داده که بهتون نشون بدم. 9.74 R مثلا اینجا یه دریلینگ رو نشون داده، دریلینگ سالر. این 9.74 R اینا فشنگای شاتگان که میتونین چهار پاره بذارین یا شاتگان. در این کالیبر 9.74 R که کالیبر بسیار زیبایی هست، من تفنگ دلول، یه تفنگ دلول کریگ آف تک دارم، بسیار تفنگ زیبایی هست که چیزم نداره، دوربینم نداره، فقط آیرون سایت روش هست. 9.74 R کریگ آف تک، 9.74 R کریگ آف پرایمس دارم که مدل ساید لاک و با انگریوینگ های بسیار زیبا و کندکاری عالی و دو تا تلسکوپ هم روش اومده. این تفنگ چیزش در یه ویدیو کوتاه ازش در کانال هست، میتونید ببینید. تفنگ کریگ آف عکس گراز یه طرفش هست، عکس گوز یه طرف دیگه کپش هست. بی نهایت تفنگ زیبایی هست. این دو تا تفنگ کریگ آف، یه تفنگ هایم دارم مدل 54 پینلس سایلاک، اونم بی نهایت کندکاری زیبا، دست آدم دلش نمیاد از تو جعبش در بیاره. های مدل 55. یه تفنگ برتا دارم مدل گولد سیبر اوورندر که توی که از ویدیو ها نشون دادم، اونم 9.74 R. فکر کنم یه تفنگ هایم دیگه هم دارم در این کالیبر، یادم نیست. یه تفنگ ساید بای ساید هم داشتم 9.74 R شاپویی فرانسه بود که اینو گذاشته بودم برای فروش و همین چند مدت پیش هم مثل فروش رفته و دیگه باید شیپ کنم به دست صاحب جدیدش برسه. از اینم از کالیبر 9.74 R که بسیار بسیار کالیبر عالی و بی‌نظیری هست. من هنوز با این کالیبر شکار نکردم ولی دارم. قوی ترین کالیبری هم که من دارم تفنگ و باهاش شلیک کردم کالیبر 375 هالندن هالند هست که با اون ویدیو رو به پایان میبریم. یک کالیبر بسیار پرقدرت مگنوم هست، قدرتش از 9.62 و 9.74 یه ذره بیشتر هست و نمونه ریم هم داره که انگلیسی ها به ریم میگن فلنج. 377 پنج فلنج مگنوم، همون 375 هالندن هالنده که تایپ پوکش رو لبه داره و برای تفنگ های دابل رایفل بوده که الان زیاد پاپیلار نیست ولی هنوزم گیر میاد و دیگه شاهکار همه اینا بسیار پاپیلار است و در تفنگ‌های گلنگدنی استفاده میشه. 375 هالندن هالند است. 375 میشه قطر گلولهش، یک ذره از 900 هم بیشتر، 900 هم میشه 366، یعنی یه ذره اختلاف دارن، چندان اختلاف شدی نیست. پوکش مثل پوکای بلند مگنوم هست، طول پوکه 72 میلیمتر و حد اکثر طول کل فشنگ شامل پوکه و مرمی 91.5 میلیمتر که تقریبا اینم استاندارد است چون به خاطر طول اکشن تفنگ ماوزر هست. 91.5 میلیمتر طول کلیش، 375 هزارم اینچ قطر مرمی و تویست ریتش هم 1:12 هست. طول لوله خوبه بین 24 تا 26 اینچ و من یه موقع قدیما فکر میام وای چه کالیبر گنده ای، کی همچی کالیبری شلیک میکنه، آیا چه لگدی بزنه، مثلا در مجلات و کتابا میخوندم، تا اینکه خودم یه تفنگ در این کالیبر خریدم. الان سه تا تفنگ در این کالیبر دارم. یه تفنگ دلول سوار های مدل 55 که باهاش گراز شکار کردم و شما دیدین، کنم عکسش هم اینجا هست، من بیارم فکر کنم عکسش رو ببینین، عکس شکار و گراز اینجا داریم. این تفنگ هایم و اینم این گرازی که با کالیبر 375 هالندن هالند شکار شد با 4 تا گلوله که همون 2 تاش کافی بود، اون شاید 2 تای آخر دیگه برای تموم کردنش و اینکه حیوان زجر نکشه بهش از فاصله نزدیک در شلیک کرد.
بی نهایت قوی و بی نهایت عالی هست و انشالله من فرصت پیدا کنم با شکار کنیم. یک تفنگ خود هالندن هلند در واقع بالاتر از هالندن هلند ساخت شرکت آسپری که جواهر فروشی معروف در انگلیس هست دارم که دیگه اون تفنگ نمی سازه. یه مدت چندین سال شروع کرده بودم با ساختن تفنگ‌های خیلی منصر به فرد که همون صنعتگران و هنرمندان هلندن هلند براشون این تفنگ رو می ساختن. بنابراین دقیقاً هلندن هلند هست ولی حالا روش نوشته آسپری برای به عنوان تبلیغ اون شرکت جواهرسازی آسپری لندن. بعد یه تفنگ گلنگدن دیگه هم دارم ساخت جیکوب کوشت در شهر فرلاخ که حالا یا اون دوربین و اینا روش نصب میکنم یا شاید تفنگ رو بفروشم. هنوز تصمیم نگرفتم که با این تفنگ سومی هلندن هلند چی کار کنم ولی باهاش شلیک کردم و الان دیگه مشکلی ندارم. فکر نمیکنم اونقدر گلنگدن شدیدی داشته باشه قابل هم. تفنگ سنگین است باید تجربه داشته باشیم ولی یه شکارچی معمولی خوب میتونه این کالیبر رو هم به قول معروف باهاش شکار کنه و اونقدر چیز عجیب و غریب و وحشتناکی که بعضی وقتا گفته میشه نیست. من که با این جسه به نسبت لاغر و متوسط خودم هم میتونم این کالیبر رو هندل کنم. از این بالاتر دیگه میشه 416 ریگبی و از اون بالاتر میشه 404 جفری که من تو اینا تفنگ ندارم و انشالله شاید یه موقع ریگبی هم تفنگ بیم و همچون گفتم یه کراواتشو دارم که خیلی هم قشنگه. میبینین گوزن داره روش و این کراوات تبلیغی شرکت ریگبی هست، جان ریگبی مال انگلیس و شرکت بسیار معروفی در زمینه تفنگ گلوله زنی هست. شاتگان ریگبی زیاد معروف نیست چون اصلا نساخته ولی تفنگ های گلوله زنی ریگبی معروفه و بسیار گران قیمت هم هست. امیدوارم براتون مفید بوده باشه مدل های مختلف کالیبر ها، ریمد و غیر ریمد، کالیبر اووربور چی هست، کالیبر دیگه چی هست و امیدوارم از این اطلاعات لذت برده باشین. سوالی دارین در قسمت کامنت ها لطفاً کامنت بذارید.